درود بر شما امیدوار هستم باهاتون خوب باشه و فرصت تماشای برنامه ما رو داشته باشید در برنامه این بار سه قسمت مختلف رو انتخاب کردم که تقریبا همه در رابطه با داربی آخری هست که در عراق بین پرسپولیس و استقلال برگزار شد ابتدا گفتگویی رو دیدم بین آقای عادل فردوسیپور و یکی از مسئولان دولتی به نام خانم بهروز آذر اجازه فهمید که قسمت هایی از این گفتگو رو ببینیم در خدمتون و بعد من نظراتی دارم که خدمتون طبیعتا تقدیم میکنم اول از خود دولت مستقر سوال رو پرسم شما الان همین دو هفته ای که دو هفته اخیر من به شما مثال بزنم بازی استقلال نساجی هفته قبل تو قائم شد یه دفعه گفتن ای بابا زیر ساختا مهیا نیست خانوما نباید برن ورش کن بازی شهر آقای مهدی پور اصفهان داربی اصفهان گفتن اونجا میگن اونجا به خاطر اینکه شورای تامین اونجا نمیدونم استانداری اونجا دلش نمیخواد خانوما بیان استادیوم گفتم آقا جون نمیخوام نمیذاریم از سال هاست نمیذارن زورشون هم زیاده گردنشون هم کلفته و میگن که ما نمیذاریم کسی هم زورش نمیرسه و من فکر می کنم خانم بهروز زاده دغدغه هیچ مسئولین ما هم نبوده و نیست که آقا یکم یک به بجنگی الان مثلا شما ما سوالم از شما اینه آیا تو این دو هفته ای که بازی ها نذاشتن خانم بیا اصلا پرسیدی آقا آقای قفاری هیئت عراق آقای استاندار عراق چرا نمیذاره خانم ورزشگاه آقای فردوسی پور میگن که مسئولین ما براشون دغدغه نیستیم یکم برید بجنگید من فکر میکنم شما نمیخوام گله گذاری کنم ها. ولی 20 سال شما مهمترین برنامه ورزشی و مملکت در اختیارت یک کلمه نگفتی که چرا خانما به استادیوم نمیرن ما واقعا با بیمهری مواجه می شدیم یا با کش سلیقه مواجه می شدیم یا برخورد های سلیقه می شدیم ولی این دفعه واقعا ما در دولت اصلا مسئلمون این نبودش که کسی بخواد جلوی حضور زنان در استادیوم رو بگیره اینو به زرست قاطع خدمتتون میگم یعنی خود وزیر محترم ورزش الان تمایل داره و اصلا لازم نیست که ما اصلا بخوایم توجیهش بکنیم و راجع به بایدها نبایدها باش باید صحبت بکنیم درست روز من صحبت مفصل با وزیر محترم کشور داشتم به هیچ وجه شورای تامین حتی در موضوع عراق اصلا موضوع اینو نداشتن که زنان نباید وارد یا خدای نکرده بخوان محدودیت ایجاد بکنن برخورد سلیقه‌ای بشه پاسپورتی که ما الان داریم فقط رو بحث همینطور که خدمت شما هم گفتن تو رسانه هم, هم اعلام شده واقعا بحث زیر ساخت شما شرایط دربی رو میدونید تمایل زیادی که همه عزیزان دوست دارن این برنامه رو ببینن از نزدیک خب ظرفیتش خیلی پایینه شما نسبت به آزادی مقایسش بکنید یه چیزی نزدیک گویا 7 هزار نفر اونجا ظرفیت داشته و بیمهری کردن به هر حال دوستان که در همین ظرفیت کم هم نتونستن شرایط رو تنبین بکنن برای حضور زنان من اصلا اینجا به نجای دفاع دارم و حق میدم به شهروندان شما مطمئنم یعنی شرط که نمیتونم باتون ببندم ولی اینو به ذرس قاطع من میگم که اگر فیفا ورود نمیکرد اگر اهرام فیفا و ای اف سی و چماق اونا بالای سر ما بود همین الان هیچ زنی تا حالا وارد ورزشگاه ما نشد و با این نگاه و طرز فکری که وجود داشت خدا رو شو که اون یه فشاری اومد بعد مسئولان دیدن آقا این حق طبیعی این زن نیمی از جامعه ما حق طبیعیشون دلشون میخوام برن ورزش آقای فردوسی پور خدا میدونه نمیخوام اینجا ملا لغتی بازی در بیارم قبوله اگه فیفا نبود این اتفاق نمیافتاد اما هزاران آدم از جمله خود من راجع به این عدم حضور بانوان به استادیوم فعالیت کردند، برنامه ساختن به فیفا نامه نوشتند، تو استادیوم های دنیا این رو هایلایت کردند. اگر اهرام فیفا و ای اف سی و چماق اونا بالا سر ما بود همین الان هیچ زنی تا حالا وارد ورزشگاه ما نشد و با این نگاه و یکی از دوستان گفت که آقای فردوسی پور همیشه مثلا طرفداری میکنه از اون چیزی که مردم دوست دارن که خیلی خوبه مثال زد که چندین سال پیش بود زمانی که آقای فرهادی جایزه گرفته بود به خاطر فیلم جدایی نادر از سیمین و گفت شما تبریک گفتید من همون موقع یادم گفتم کاش آقای فردوسی بود فیلم آفساید پناهی را هم تبریک میگفت یکی که از فیلم آفساید رو هم نشون میداد غیر از اینه که در اون کشور یه فیلمسازی فیلم, فیلم میسازه تازه ارشاد و اینا به این فیلم مجوز دادن یعنی اینجوری نبوده که ایشون مثلا مخفیانه این فیلم رو درست بکنه و اینها ولی شما این رو نشون نمیدادی که خانم بهروز آذر اولا میپذیره که بانوان باید بیاد ثانی هم میگه هیچ توجیحی نداره این کلام کلام تایید همه اینا هست حالا شما یه دفعه بعد 20 سال به ایشون میگه که برید بجنگید و شما هزاران برابر ایشون مقام داشتیم محبوبیت داشتی مقبولیت داشتی ولی یک کلمه نگفتی دیگه حالا یه دفعه برای شما مثال میزنم خانم بیروز بازی تیم ملی بازی قبلی که تو اسفان انجام داد همون ورزشگاه فولاد شهر خب اونجا چماق فیفا و ای اف سی بالا سره فدراسیون و وزارت ورزش بود از ترسشون گفتن که بعد بفرمایید خانم ها مثلا 100 تا 200 تا 500 تا میتونن بیان ورزشگاه بازی است بازی زوباهن و سپاهان همون ورزشگاه همون زیر ساختا همون آدما نه نمیشه خانم ها نباید بیان آقا هم میگن آقا مثلا آقای جان که شورای تامین اونجا هست آقا میگه من به حال طرز فکرش اینه که خانم‌ها نباید بیان ورزشگاه صلاح نیست و نمیدونم اونجا حالا کرامتشون حفظ نمیشه نمیدونم شأنشون حفظ نمیشه هر دلیلی من میگم این نگاه چرا باید سلیقه‌ای باشه چرا باید تو خوزستان خانم بهروز یکدونه یک دونه زن تالا نتونسته تو هیچ کونه ورزشگاه خوزستان حالا چه آبادان چه احواز، یه نفر نتونسته چرا چون آدمای استاندار اونجا و فراتر از استاندار کسای دیگه که اونجا حضور دارن قدرت دارن دلشون نمیخواد صدا نمیدونن دوست ندارن خانم من فکر میکنم الان کسی نیستش که در مجموعه حاکمیت مخالف این باشه در سطح به خصوص کلان که زنا این حق کن ندارن و نخوان بیان توی ف... ورزشگاه ولی یه وفاق واقعا جمعی شکل گرفته و همه اینو دارن ولی من از یعنی واقعا میپذیرم صحبت شما رو که برخوردهای سلیقه‌ای میشه راجع برخوردهای سلیقه‌ای تذکر داده شده صحبت شده خود جناب آقای مومنی وزیر کشور به شدت همراه هستند من مثال زدم برای شما همین ورزشگاه فولاد شهر زیر ساخت چطور واسه بازیای بین المللی که چماق ای اف سی و فیفا بالا سرمون هست زیر ساخت اوکی میشه بعد یه هفته بعدش از بین میره آدما که همون اصلا استادیوم هم همونه بعد اصلا من میخوام تازه فراتر از این ببرم جا هم میگم سینما مردم مردا زنا کنار هم میرن کنسرت کنار هم میرن تئاتر کنار هم میرن بابا اصلا من میگم برید جلوتر باستر کنید. بگه اصلا چه اشکال داره یه خانواده شما با آقای پیدامخان الوندی بتونه برید آقا برید تو ورزشگاه کنار هم بشینید و با بازی رو تماشا کنید این حق طبیعی مرتضی است که مثلا یه بازی دوست داره با خانمش بره و اونجا بازی رو ببینه اصلا من میگم فراتر از این به حالا ما از حالا الان اینو میگم از طلاگشتن پشیمان گشته این فر... مرحمت فرمود ما رو مس کنید الان فعلا شما این مشکلات حل کنید حالا بعد جلوتر واقعا برن به این سمت دیگه آقا اصلا این زیرساخت رو ویل کنید بوجون ببین خیلی لذت داره آقای فردوسی بوری انقدر محکم حرف میزنه یک نفر زن آقا یک نفر زن چلو پنج ساله نرفته توی چه بیرون شلوغش نکنید اگر کوتاهی کردیم اگر درست عمل نکردیم اگر عافیت طلبی کردیم حالا که یه شرایط تازه داره ایجاد میشه از قول حلیم توی دیگ نیفتید واقعیات جامعه رو در نظر بگیریم برای اینکه چهار تا فالوورمون بیا من دیدم یکی از دوستان گفته برای شما گفته بود از دوستان متعدد شما به عنوان یکی از قدیمی های نودبین که از قسمت اولش رو یادمه تا الان وقتی صحبت های عادل عزیز رو دیدم و شنیدم لذت بردم لذتش هم با پنج تا زال گذاشته که با این سراحت لحجه راجع به ورود زنان به ورزشگاه ها صحبت میکنن دمش کرد و خدا حفظش کنه واقعا دمت گرد آقای فردوسی پور منم میگم دم شما گرد ولی اگر نقصانی بوده اگر جا به این ما رسیدیم یقینا شما درش نقش داشتیم نه شما همه کسانی که ورزش در اختیارشون بوده تلویزیون در اختیارشون بوده استادیوم ها در اختیارشون بوده این همه بازی شما گزارش کردی توی این 20 سال هیچ کدومش بانوان تو استادیوم نبودن یه بار یه اشاره یه ایمایی یه بفهمی نفهمی یه چیزی نبوده که حالا میگی بجنگی واقعا وقتی اون دعواهای روی سکوها رو دیدم وقتی اون تنگا تنگ نشستن تماشاگران رو دیدم وقتی اون فحاشی ها رو شنیدم با اینکه که سالهای سال است به دنبال حضور بانوان هستم یه لحظه فکر کردم واقعا من اگه حالا من نوه دارم دختر دختر ندارم دوست داشتم بره توی این استادیوم نه حالا استادیوم آزادی صد هزار نفری جا هست بلن اینا بعد شما بابا یه مسخره ای میگی کرامتشون حفظ بشه بله در جامعه ما با اینکه که من سالها دورم ولی جامعه ما جامعه سوئیس نیست میبینید تو استادیوم در زمان برگزاری مراسم یک دقیقه سکوت جمعیت اصلا گوش نمیکنه که داور میگه سکوت کنید مشغول کار خودشه جواد لالیگایی یا چیز دیگه همین جمعیت تیم استقلال دقیقه 93 روی پنالتی گل میخوره هرچی از دهنش در میاد نه اینکه حالا همه ولی بالاخره اون وچه قالبی که معمولا استادیوم دستشونه بدترین فهماشی ها رو بود به خاطر اینکه آره دقیقه اینو هم 93 پنالتی شد بعد دم باشگاه هم. شما اصلا راجب این چیزا صحبت نمیکنی اما الانم که آمدی من فقط جمله که خیلی رو من اثر گذاشت این بود که شما سفارش کرده بودید که برید بجنگید همچین شما صحبت میکنید که انگار سردار جبه های نبرد بودی این ورزشی که الان هست این وضعی این ماحصل کارهای ماهاست این تقصیر یه نفر و دو نفر و ده نفر که نیست که ما متولیان ورزش در مطبوعات در تلویزیون در رادیو در روزنامه ها در فدراسیون اینا مجموعه مالی کم و زیاد داره شما نه اون کم کمه نه اون زیاد زیاده من فکر میکنم خانم به دق روز هیچ کنم مسئولین ما هم نبوده و نیست که آقا یکم به بجنگی کدوم ما جنگیدیم <applause> این همه تو تلویزیون برنامه و اینا داشتیم با در مورد همین موضوع حساب یه روز و دو روز که نبوده برادر که من سوالم از شما اینه آیا تو این دو هفته ای که بازی ها نذاشتن خانم بیا اصلا پرسیدی آقا از این پنجاه سال مجموعه بیست قسمتی تهیه کردم که به زودی پخش خواهد شد در این مجموعه به طور مشخص به تفاوت فضای جامعه ایران سه چهار سال قبل و سه چهار سال بعد از انقلاب سال 57 پرداخته به تفاوت ورزش تلویزیون در قبل و بعد از انقلاب قسم میخورم که در این مجموعه به همه آنچه در این پنجاه سال در ورزش ایران رسانه های ورزشی ایران قبل و بعد از انقلاب داخل و خارج از ایران دیدم بدون هیچ تعصب چشم پوشی و جانبداری بپردازم همه رویدادهایی که در آن حضور داشتم و همه کسانی که در ورزش ایران و در رسانه های ایران ملاقات کردم و شاهد فعالیت های آنها بودم را به نقدی منصفانه بکشم و در نهایت همه کسانی که برایند کارهایشان وضعیت فعلی ورزش ایران را ساخته مورد نقد و بررسی قرار ده به زودی پخش مجموعه 20 قسمتی 50 سال با مجید وارث رو آغاز می کنم امیدوار هستم که این مجموعه کمکی باشد برای نسل جوان ایران که با تاریخ ورزش ایران به خصوص رسانه تلویزیون داخل ایران خارج ایران از زمان قبل از بازی های آسیایی تا به امروز از دیدگاه من زاویه رو ببینه که کمکی بکنه برای بهتر بررسی کردنش تا نوبت دیگه که در خدمتون باشم با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار